در پی پیدا شدن اجساد بیجان سه نوجوان اسرائیلی که از 12 ژوئن در کرانه باختری رود اردن ناپدید شده بودند، دولت اسرائیل انگشت اتهام را به سوی حماس نشانه رفته و این جنبش را تهدید کرده که تاوان سنگینی برای آن خواهد پرداخت. در همین ارتباط ارتش اسرائیل حملاتی به برخی نقاط در نوار غزه داشته که در جریان آن خانه های دو مظنون اصلی قتل این سه نوجوان مورد هدف قرار گرفته و تخریب شده است. سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این جنایت نتیجه پیمان مشترک محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و تروریست های حماس است. پیمانی که به حماس امکان میدهد تا حضورش را در غزه تثبیت کند. محمود عباس باید سریعا پیمان خود را با جنبش حماس لغو کند. به گفته مقامات اسرائیلی اجساد این سه نوجوان در زیر خروارها سنگ در دشتی میان شهرهای حلحول و الخلیل واقع در کرانه باختری پیدا شدند. آنها احتمالاً مدتی پس از روبوده شدن به ضرب گلوله از پا در آمدند. اسرائیلی ها دیروز دوشنبه در تل‌آویو با روشن کردن شمع یاد و خاطره این سه نوجوان را گرامی داشتند.